شما آقایون و اگه غیر شما بود من اصلا بار نداشتم، چون نسبت به شما شناخت دارم و شما میدونید که من نه پسرپایم جز منافقین زندان باشید، نه پسرخون و نه با مخوشم و نه با اینا رفاقت رو داشتم. بیش از همه من از اینا درگه خوردم، هم تو زندان هم بعد زندان. پسر من هم اینا به شهادت سپرده، بزرگان ما رو اینا به شهادت سپرده، اینا همه رو من میگم. ولی معذالک من اونی که برام مهمه آبروی اسلام و انقلاب و آینده کشور، آینده شخص آقای خمینی و اون که تاریخ چجور قضاوت میکنه. و من یه آدم صریح اللهجه هستم، همیشه اونی که تو دلمه نگه نمیدارم، به خلاف آقایان یه که بعضی با سیاست رفتار میکنه. به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا این کاری است که به دست شما که چهره‌های خوبی هستید، یعنی شما چهره‌هایی که در دستگاه قضایی اگر چنون سه به ما میگفتن مثلا معرفی کن، ما بایم آقای نیری میگفتیم آقای اشراقی، اینا چهره‌های خوب متدین هم به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میبینیزن. یه بیرون در بسید و این حالا یا استادگی شما استفاده شدید و متاسفانه بدبختی ما این است که دستگاه قضایی ما در رأسش شخص قرار گرفته که خودش با اینکه نه مخالفش و وقت میاد تو نماز جمعه اونجا شعار میده و وقتی هم میخواد از امام سوال بکنه به جای این که برن پیش امام بگن آقا به این وضعت مصلحت نیست ضرر داره میرسه اعدام، آیا حالا استفادم آیا حالا تو مثلا فرض استانه اعدام کنیم یا تو شهرستان اعدام کنیم، این سوال از امام میکنیم. این هم بدبختی ماست که در دستگاه دادن ما در رأسش هم که شخص خراب داره بیرون در بازی من این واقع دارم دوش میدونیم. آقای پور محمدی درستش حالا مسئول تو اطلاعاته، اما قبل این که مسئول اطلاعاتش رو آخونده جنبه یه آخوندش بر اطلاعاتی میرسه. به نظر من این یه چیزیست که اطلاعات روش نظر داشت و سرمایه گذاری کرد و شخص احمد آقای سرمایه خمینی هم از سه چهار سال قبل مجاهد از روزنومه خونشو از مدرد خونشو از اعلامی خونش همه باید اعلام شد. اینا یه همچی فکری میکردن و حالا فرصت رو مختنم شمردن در این جریان که منافقه میگردن به ما حمله کردن این رو جای انداختن بیشه امام. حالا هر جوری بالاخره چجور به امام گفتن چجور جای انداختن بالاخره اینجور کشفماس کردن و از امام نوشته گرفتن دادن دست افراد و دیگه حالا این به کجا منتهی میشه در آینده چی میشه. هفت نفر از اینا رو تو باختران به دازده میبینید تو علمشنجه دنیا رو انداخت. بعد این همه خانواده ها شما نمیدونید که حالا شما دو ما ملاقات ها رو قطع کرد، تلفن ها رو قطع کرد، در آخر آخرش خانواده ها بحث میکنید وانچه اصلا دستگاه قضایی کشمر که ما نفعال بود چندین سال شخص آقای نگیری این قاضی اون قاضی تو این شهر تو اون شهر یک که محکوم کرده به 5 سال، یک که محکوم کرده به 6 سال، یک که محکوم کرده به 10 سال، یک که محکوم کرده به 15 سال. خب این که حالا ما بیان بدون این که فعالیت تازه باشه بگیریم اعدام کنیم این معنیش این یعنی ما همون گو خوردیم، همه یه دستگاه ما قضایی ما غلط بود، این معنیش این نیم خودمونیم بخواهم خواهم حساب بکنیم. من دو رفت بعضی از خودباس یا که به ما مراجعه کردم و ناراحت بودم. من یه وقت یه نامه خدمت امام نوشتم، این نامه امام من این نامه خدمت امام نوشتم ظاهرا شدیدم برای که مخونم بله؟ همون نامه اول دیگه بله نه بله نو بندی هشمه بعد یه نامه دوم هم دیگه نوشتم اونو که نگید هفته شدیم هفته شدیم
و این حالا مسئله نامه دومش من اجازه میگم که سریع میخوام شما بگم اینا رو گفتم و من نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک آیت الله روز ما امام خمینی مدته رو مخاطب این مسئله قطعا بحثی این موضوع اینجا دنیا هاتی چکلا پس از سلام و تحیه غیره به نامه مورخه 9/5/67 برای رفع مسئولیت شرعی از خود به عرض میدادم. من از اون جریان تا حالا باور کنید شرعی نیست که دو سه ساعت فکرم و ناراحت داره و خواهم نیست سه چهار ساعت نبیرن هی فکرم چون جواب خانواده چی باید بگیم؟ این همه گفتیم جمهوری اسلامی و این همه گفتیم شاه و رضا خان اعدام کرد چقدر شاه اعدام کرد؟ یا اعدام کرد خود ما رو با اعدام ها اون رو حساب بکنیم و نوشتم برای رفع مسئولیت شرعی از کل به عرض میرسانم. سه روز قبل قاضی شرع یکی از استانهای کشور که مرد مورد اعتمادی میباشد حالا بعد میگم چی با ناراحتی از نحوه اجراء فرمان اخیر حضرت عالی به قوم آمده بود و میگفت مسئول اطلاعات یاد آسفتن من یادم نبود که ما رو بود تردید از من است از یکی از زندانیان برای تشخیص این به سر مورد اصلانه پرسید تو حاضر سازمان منافقین را محکوم کنی؟ گفت آر. پرسید حاضری مصاحبه کنی؟ گفت آر. پرسید حاضری برای جنگ با عراق به جبهه بروی؟ گفت آر. پرسید حاضری روی نیم بروی؟ گفت نگر همه مردم حاضرن روی نیم بروند روان گهید از من تازه مسلمان نباید تا این حد انتظار رو گفت پس معلوم میشود تو هنوز سر موضعی و با اون معامله سر موضع انجام رو و اعلام شد. این قاضی شهر میگفت من هرچه اصرار کردم پس ملاک اتفاق آرا باشد نه اکثریت پذیرفته نکنم و نقش اساسی را همه را مسئول اطلاعات دارد و دیگران عملا تحت تاثیر میباشد. حضرت عالی ملاحظه فرمود، اینا میتونه به امام بگم، بشن بسیده. حضرت عالی ملاحظه فرمود، چه کسان با چه دید مسئول اجرای فرمان مهم حضرت عالی که به دماء هزارون نفر مربوط است میبازند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این شخص آقای، چون حسن تازه دید، آقای احمدی. آقای احمدی این جرایان رو برمان بود. من شب تا صبح بکرم دیدم خب من بعد اون نامه که من نوشته بودم این رو به من گفت آخرش من وقتشم همه یه رفقای ما با نامه نوشتن به امام مخاطب بودم ولی من دیدم من جواب ندارم روز دیگه من وظیفه نست به امام خدمت کنم من این نامه رو نشستم اون نامه اولی این چیز رو خدمت کنم اون باشه نشستم نامه رو نوشتم بعد از اون اول مشورت کردم بعد گفتن نه فایده ندارد امام استودیو اینجا بود من هیچ فایده ندارد من نهارم که فوز آمده میشدم هر چی دارم ناراحت نامه رو نوشتم فوتوکپی کردم دادم به یک کسی بود بعد به آصف هادی گفتم به دفتر امام تلفن بزن فلانی یه نامه فرستادش اونجا راش بدم او این پس حالا نبود شما گفتم خب بیا حالا من بالاخره نوشتم این نامه دوباره میرم من وقتی که دیدم شب تا صبح هم تو فکر کردم گفتم من این مسئولیت دارم این رو بنویسم این نامه دوباره که میره دیدن به امام بعد امام میگن که اهل آقا هم به تلفن میکنه داسه کار که امام فرمودن که منافقین همطور که من نوشتن اینا خب بالاخره اینا شرورن و چطور رو دیدن اینا ولی این که شما نوشته مورد تعجب و این شخص رو بگوید بیاد این شخص رو بگوید بیاد و مطمئن نم باشد که کس کارش نداره مثلا فرقی من مخبی میده مثلا آنه نمید من هم چون میدونستم که دیر اخری نیمتون به امام برسه این جرس رو من از آره چون گفته بودن این آقا رو تلفن کردیم از احواز آمد دو روزم در هستم تا پیداش بود آمد اینجا بهش گفتم آقا بود تو اینا به من گفتی درستش کن برای واسه شون نمیدن برای کنم درستش کن بعد گفت قضایه دیگه من اینا من تو وسیعت مونه که مثلا نوشته که من رو به عنوان سر موضوع چند در شده من دیگه سر موضوع من اصلا سر موضوع نبودم در به جمهوری اصلاح معتقد بودم که طور اینها و حالا من مثلا هر بیر خواب اشتباهش بزدم خانوادم توصیه میکنم که شما به انقلاب به امام اینا وفادار باشید و
و مثلا تو واسطان تو بود که اینجا این بود کشت برای من نفت از باب یک کسی برای زندان بود و خواهرش مثلا میگفتن به توی در این کفتا خواهرش هم مستنم رفتن خواهرش رو آوردن خودی به اعلام کردن خواهرش دور بود اصلا آورده پیش گفتن اینه خب من خب نسبت اینا علاقه دارم دونه خواهر گفتن خب خواهر کنده داره کنده داره خب من گفتم خودش کن برادر اعدام کنده این که یک دختری خب اینا اعدام کنده این شاید اون آمد من روزه دینا جواب کنده چی میگی؟ فرد آقای ولی به آقا گفتیم آقای احمدی آقای احمدی شما این را لگاه درست دارم بخواهد گفتم همین را خدمت امام بیمین کاغذشون دادم که احمد آقا از رئیس که تیرمون جد راسه آزی نوشته تا احمد آقا این شما برو بوده اگر دید گفتن که مثلا پیش امام چیده بگونم چون امام علیه اصلا که من گفتن پس امام رایی که من تلیم بگردم رفته اونجا اولا که اینجا ما این تلفون زن گفتن احمد آقا نیست فرض این بابا چون این قاضی ما ازدرش ازدار کرد دو دین دو محتل اعضاس در اخره چون امام ازدار کرده ما از چه از مخاطیم احترام امام گفتیم یا به امام دایی نداشتیم بعد امسالی گفتیم نه باشه داره احمد آقا نیست من دست نستم یه رو به هشت بیاد نام اصلی کرد رفته اونده امسالی بهش گفته با امام هیچی نیشه حرف بده حق نداری با امام حرف بده همین آقای محمد علی هستم فقط دست امام میگوشیم بعد میاد مطالب دینداری بنویس عصر احمد آقا میاد به احمد آقا من گفت مرسو من بودم سر دست امام بسید آمده بعدم از احمد این معتب شد زنگ بدنا به سکنه قدشم گفته بود که من میام بعد گفته معتب کن که احمد آقا بیم من چیز رو نشاندم به احمد آقا احمد آقا گفت خواهد من معتقل بود که مورد دادم آمده من پیش می نمیزنم که نهی دارم بخواد پیش امام برای که ذهنم آورد نگردم این مسئله اینه شما چهره‌های خوب بودید و از شما سوء استفاده شد. تا حالا هم تهدید کارا کنن تهدید من میدونم تا حالا بودم. من روی یه اصل وزیدن دونستم به شما بگم. شما من کسی هم آمد خب حالا همه تا حالا کردیم. خب بگو نظر امام شد. بگی ما هم محرم هم که آمد تو ما هم محرم از خدا پیغمبر میکنیم. از امام حسین رو قبل شما بکنیم بیان. بیان اونجا بلر عقلی کنیم. ملاقات خط رو را نشدیم. هم شد کنیم. قصاری کنیم. بچه سیم این هم که تو هیچ تا دنیایی همچه کاری هست ما آده از اینکه رادیو تلویزیون ما میشه قاتل گاندی رو گاندی دو سا سه ساله تو بیان چیچه مرتبه دوم این هم چیچه پرجام کاری تو اونجا رفته حالا تازه دارم اعدامش میکنم از وقتی هم که تو اون قاضیه بگمید درسته که اینا اغلب سر موضع شدن کن واسه این برخورد تون به امثال لاجوردی و افراد اینا بوده یعنی یه بچه بوده که اطلاعات کن در سرش نیم شده برخورد تون اینو سر موضع کرده من هم بودم سر موضع می کنم وقتی می دم اینجور ببر کنم من الان فکر کنم به شما چی چی بیگم باز من اینو نشستم نوشتم نزنم همینو دم به شما میفیدم من اینجور ده تا چیز یاد داشت کردم به شما من به اینا رو اتمام حضرت میگم شما دیگه خوب میدونی اینو چی کار بکنی یه امتحان است برای اون شما ده نشتم یک من بیش از همه شما از منافقین وعده خوردم چه در زندان و چه در خارج زندان فرزند من مرا آنون به شهادت رسوند اگر بنابر انتقام جویی باشد من بیشتر باید دنبال ولی من مصلحت اسلام و انقلاب و کشور و حیثیت ولایت فقیه و حکومت اسلام را در نظر میگیرم من قضاوت آیندگان و تاریخ را در نظر می‌گیرم. ده تا طلب احمد آقا گفتم والله من بیش از تو دارم برای امام بسوزم. من خب 50 سال یه برای آقا خمینی قضاوت نکنم. بگم آقا خمینی یه چهره خونریز صد بار چه پتاکی بود. من نمی‌خوام در تاریخ این دور باشه. چهره ولایت فقیه ما کلید نشون داده لحظه که عباس میشن هست. در اثر این کندولی ها و بازداشت‌های بودید. این قفاستاش میگشت در اسلام این خیلی کارا نبود است که در یه هم چیزی این یک دو این گونه قتل عام بدون محاکمه اون هم نسبت به زندانی و اسیر داریم خود اسیر شما ندیده شد قطعا در دراز مدت به نفع اونهاست و دنیا ما را محکوم می کنه و آنان را بیشتر به مبارزه مسلحانه تشویق می کنه مبارزه با فکر و ایده از طریق کشتن غلط نجوان کشتن تو شخص میزن اینا یه فکر ایده اینا دارن یه روشه یه منطقه داره منطقه غلط با کشتن حل میشه بدتر میشه سه روش پیغمبر را با دشمنان خود در حد مکه و جنگ حوازن ببینیم به چه نحو بوده
پیغمبر با عقل و گذشت برخورد کرد و از خدا لقب رحمت للعالمین گرفت. روش امیرالمومنین با اهل جمل را پس از شکست آنون ملاحظه کنید. در جنگ جمل طلحه و زبیر و عایشه و اینا آمدن با امیرالمومنین جنگ کردن، بعدم به هم خودشون کشیدن. حالا جنگ همون شد، عبدالله زبیر، عایشه، اینا یه عده تو بصره تو یه خونه بودن. امیرالمومنین گفتن آقا یارو این بود. بعدش موسی بن طلحه رو گرفته بودن بودن زندان کردن، پسر طلحه رو زندان. امیرالمومنین شد و موسی به طلحه کجا گفتن در یه زندان گفت بریم بیاریمش. داره تا اومدن گفتم که امیرالمومنین موسی رو اخلاص کرد، خودش گفت انا لله و انا الیه راجعون. همه هم گفتن انا لله و انا الیه راجعون، یقین شد میگفتن. از امیرالمومنین گفت خب موسی تو پشیمون سیدی کار میکردی؟ گفت سلمان گفتن از تبرو بکرده و اصحاب الله ربی بود و اصحاب الله ربی بود. فرمون که اموال تو این چادر بر اموال تن ورده و گفت کنه دید. این در خود پیغمبر وقتی مکه رو فتح کرد مثل ابو سفیان که در رأس دشمنان بود خونش رو مأمن قرار داد، برخورد اینجوری بود. در جنگ حوازن مالک ابن عوف نصری رئیس خوازن وقتی که فهمید مکیه شکست خوردن گفت مکیه عرضه نداشتن، ما به حساب محمد میرسیم. 30,000 در جمع شد و با محمد جمع شده کنید سراش رفت پای. بعد پیغمبر قوم پیش هاشو اینا شدیده زن و بچه اینم اصلی شدن. زن و بچه اینو فرستاد پیش صفیه عمش بود مکیه بود اینا میگرد اموال رو هم جمع به اینا گفت به مالک بگید اگر آمد حسار نقامت کردی و پیش مسلمون شدی احوالتو بدیدم، زن و بچه تو بدیدم، سطر تو دارم به اضافه میدم، ریاست قومت هم بدیدم. مالک ابن عوف هم در جه ارواقه خودشون رو که قبر نکن و پیغمبر اشان نکن این همه خون بیش بشون این همه چیز رو اینا بود پیغمبر نکه سیاست سیاست برم قبل ما رحمت من الله زن فلقم ولو کنت فضل 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 من قوله یا قرآن و ما ارسل ناکلا رحمت ان للعالمین. اینا در درست هست برای ما، ما این رو در خود تداری میکنیم غیر از اینکه خانواده ها ناراحت بکنیم همه رو خود رو میدونی بکنیم و این همیشه تو خود سر قدرت نیستیم بعد آینده فارش کن و قضاوت بکنیم. نوشتم که روش امیر المومنین با اهل جمل رو پس از شکست آنان ملاحظه کنیم. چهار بسیار البته من چون سرسری هم حالا نوشتم یه حالا خیلی این نیزه بارده نه چون بسیار از افراد سر موضع را رفتار با زوها و زندنبانها آنون را به سر موضع کشند و الا قابل انتاب کنند. پنج مجرد این که اگر آنون را آزاد کنیم به منافقه ملحق می شدن موضع به صدق عنوان محارب و باقی بر آنون نمی شدن. امیرالمومنین نسبت به ابن ملجم هم قصاص قبل از جنایت انجام نداد با اینکه خودش فرمود او قاتل من است. گفتن یا علی فتح احساس کرد قصاص قبل از جنایت رو بکنید نقل کردن در وقت رو برده دادن نقل کنید بهار هم نقل کرد. شش مجرد اعتقاد فرد را داخل عنوان محارب و واقع نمیخواد. من خودم از آخون میپرسیدم بیشتر به شما هم گفتم دادم آقا اگه یک کسی بگید که من آخونینی قبول ندارم این جمهوری اسلامی هم که شما درست دارید من قبول ندارم به مسعود رجوی هم علاقه دارم، به همین عبارت خدا شده با آقا خمینی مسعود رجوی هم علاقه داشت دارم. اما ما میدونیم اگر ویلش میگه من اگر چنانچه دارم صلاح نمیدارم با شما لرد بیفتم من یا مشغول کارم میشه بودم این شخص رو ما نگرش داریم یا آزادی بود حالا نمشه نگرش داریم این تحبیل من خود آقا خمینی سوال کردیم بازم یه مسعود رجوی هم بهش علاقه داریم. مجرد اعتقاد فرد را داخل عنوان محارب و باقی نمی کنه و اعتدال سران پردن اگر سران که مرتب نمیده ما مرتب می کنه اون اصلا میگن اسلام حقیقی ما داریم که ما اسلام امریکایی داریم. خب این هم که اسلام رو قسمت کردن که بعد دیدم اعتدال سران پردن موجب حکم به اعتدال سمپاسان هم می کنن. هست قضاوت و حکم باید در جبر سالم و خالی از احساسات باشه. لا یغز القاضی و هو قضبان این همه روایات یاد داریم. الان با شعارها و تحریکات
جلب اجتماعی ما ناسالم است. این مسئله که آقای موسوی اردبیلی که من میدونم خودش از همه لیبرال تره تو نماز جمعه میگه که همه بایست اینها اعدام بشه و اصلا من مخالف با حرف بزنم خودش پیش از همه میشد اینا برای یه دونی بعدم تو نماز ناشان زن زندانی منافق اعدام بایده خب ما میفهمیم که نسان تو رو درست میکنن که میگه این جوابش که داره میکنه حتی من هم مثلا هم میگه آه یه حالا در بیر منافقی نمایت میکنه تو درش کدری کنم آقایی میکنم در الان با شعارها و تحریکات جلب اجتماعی ما ناسالم ما از جنایت منافقین در غرب ناراحتیم به جان اسرا و زندانیان سابق افتادند وانگهی اعدام آنون به بون فعالیت جدید زیر سؤال بردن همه قضات و همه قضاوت های سابق است کسی را که به کمتر از اعدام محکوم کرده اید به چه نراج اعدام میکنید حالا ملاقات ها و تلفن ها را قطع کرده اید فردا در دوار خانواده ها چه خواهید چون اینجا من الان خانواده ها یک خوب بودن اینجا چقدر دماغ بکار بودن چه تخصیص با آقا خمینی که نداشت به خونه آقا که تخصیص نداشت چون را حاله قضیه هم کسی را نمیدن همه میان فشانه این خانواده ها چی جمعشون میدونه هش من دیش از همه به فکر حیثیت حضرت امام و چهره ولایت فقیه میدونم و نمیدانم موضوع را به چه نحوه ایشون رسوندن این همه ما در فقه بحث احتیاط در دماء و اموال کردیم همه غلط بود دماغ و اموال محترم است و باید احتیاط کرد و اینا نو من چندین نفر از قضات عاقل و متدین را دیدم که ناراحت بودم و از نحوه اجرا شکایت داشتم و می گفتم چون جدی می شود و نمونه های زیادی را ذکر می کردم که بی جهت حکم اعدام اجرا شده است ده در خاطر مجاهدین خلق اشخاص نیستن یا یه خانه اولدار میدن میکشونه خلاص میشه اما این شخص نیستم این فکره این منطقی است که حنیف نژاد رو میگه اینا الغا کردم تا اینا از دست استفاده میکنن این منطقه چی داره چاد جا انداختن این چی داره دورش رو پیدا میکنه انتحار میکنه من که معتقده دیگه باباشون این فکر ما باید یه جوری میشدیم با فشت به میبودیم حالا ما نداشتیم کسی که با منطق با صحبت کنم تا خلاص میشه قطعا خلاص میشه و به عقیده من خود این ضربه ایست به جمهوری اسلامی به انقلاب در خاطر مجاهدین خلق اشخاص نیستن یک سمش فکر و برداشت است یک نقد منطق است و منطق غلط را باید با منطق صحیح جواب داد با کشتن حل نمی شود بلکه تربیت می شود انشاءالله موفق باشید و من انشان داتا شما نمیشه حال این شما خودی میگو حالا محرم هست که من تو محرم بیا بخه 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 در این حق خودی میگو بله من از باب این که من از باب این که شما را گفتم من شهره های خوبی میدونستم و میدونم که در آینده دیدرات میشدم به دست شما اجرا شده ضربش شما خوبی میگو در آینده خوبی و تک تک اینها را آوردیم تو اتاق مورد داشتیم که چهار بار این آوردیم باش نفر کردیم کرارن داشتیم که سه بار باش نفر کردیم این تا اونجایی که واقعا به مرحله 100% نرسیدی که اون عنوان از امام معین فرمودن و این فرد منتبه امضا نکردیم و این یه در این که این چی طور شده سر موزه شده این حضر شیبه کارم مواردی که تا به حال اجرا کردیم تمام موردی بوده که به اتفاق آرا بود حضر جهاد یه ایدو نبوده حالا من اصلا ما خود میدونم به اتفاق آرا بود به اتفاق آرا بود و حتی بعد از موارد جناب آجان اشتاقی احتیاط میکردن باز باز بعد از برای دیگری هم که در دو زندان بودن مشورت میکردن الان موارد متعددی داریم که دو امضا داره و ما اصلا اجرا نکردیم
و از این بالاتر حدود 40 مورد داریم که به اتفاق آرا امضا کردیم، فقط به لحاظی که اینها یا تنها فرزند خانه بودن یا پسری بوده که خواهرش اعدام شده یا برادرش اعدام شده، و حدود 20 و چند نفر هم داریم که اینها وقتی آمدن زندان حدود 16-17 سالشون بوده و الان 24 سالشون بوده. حدود 40 کوردی از اینا که 3 تا انگار شده بار بنا اجرا نکرده. فقط به این دهات که گفتیم با آخرین روز یه اتمام حجت دیگری هم با اینا بشه که اگر واقعا راهی برای برگشت نبود اون وقت رفت میگرده. حالا حدود 40 کوردی از اینا داریم که 3 امضاییه، یعنی 100 درصد اون اونبا باش منتظر. فقط به این دهات که یا تنها پسر خانه بوده و یا برادر یا خواهرش اعدام شده و یا از اونهایی بوده که 16-15 سالش بوده آمده زندان و تا حالا زندان بوده تو زندان پخته شده. اینا را ما باز خدا شاهد که احتیاط کردیم و الان همه برداشت توی یه پکت جداگانه در فقه ما میدونی که در فقه ما مرتد زن گوشه اعلام نیم مجید به خدمت امام مصطفی آقای ابن ازدی ادعای شهرت میکنه که در محارب هم زن گوشه نباید اعلام کرد، صاحب جواهر نباید و بسیاری از فقهای ما من اینو گفتم مصطفی آقا کمیم نیزه از اون لاش دارن که برمونه بندن، اما ادعای شهرت میکنن که محارب هم نیست مرتد میمونه زن ای باشه نباید بدن. یه روز من با آقا کمیم نیزه شهر سال پیش کنم آقا تصویر تو توی که زنها را اعدام نکنند میگه قاتل کن خواهیم در دوری نکنند حالا از این زن آمد و در مورد دخترها باز خدا شاهده که تا اونجا که میتونستیم چونه بدن این برده شاهده که من که اعصاب قدیه واقعا و اعصاب خیلی قدیه من قریب که فقط دختر میرفتیم دیگه اصلا داغون شده بودم، یعنی به التماس افتادیم که این دو خط بنویسه و ما بگیم به برگرد زندان نه اینا چی نمیشه نخیر ما هیچ چیز نمیشه ما به عنوان یه محامی اون دوست سوال میکنیم سوال مختلف میکنیم و در ما به اینم اکتفا میکنیم که اگر این فقط مینوشت فقط به این مقدار ما اکتفا میکنیم که اگر مینوشت که چون سازمان محارب منافقین با این نظام داره مبارزه میکنه و این جانب اگر چه اعتقاد به این نظام نداره اینم بهش میتونیم بنویسه و این جانب اگر چه اعتقاد به این نظام ندارم ولی چون اعتقاد به مبارزه با نظام هم ندارم لذا اعلام کرد که از سازمان جدا شدم این را ما کنار میذاشتیم، یعنی حتی به اینم اعتقاد کردیم و در تمام این موارد خوب ما طلبه ایم طلبه معتقدیم که قیامتی هست و بعدم شد من در مواردی که تاوار اجرا کردیم یک سر سوزن خدشه ندارم به خیلی من همین شرف کرد ببین شما من دیگه از افرادی هستم که هیچ کی نمیتون منتر بشه که از خیلی افراد در انقلاب سهم بیشتر داره سابقا در انقلاب زیادتره زندان رفتم کتک خوردم با منافقین هم درگیر بودم پسرم هم کشتم تو زندان هم با ما درگیری داشتم چرا در انقلاب میشوده و به عقیده من عرض کردم از چیزهایی که بسیار ضربه به انقلاب ما میزنه بیده من یه روز خدمت آقا خمینی گفتم آقا گفتم اموال زیادی از افراد گرفته شده بیجا این مصادره ها همش درست نیست پاسدارها تندگی کردن ما نمور کردیم با پاسدارها بودن ای با پسر آقا سپاه هر داره خواست از مردم گرفت هر داره خواست از مردم گرفت و ملک یب غامه الکوب ولا یب غامه الکوب آقا خیال میکنن یا شما خیال میکنید با این کارتون انقلاب رو تضمین میکنید من عقیده میدم که ما اگه یه نفر مظلوم توش باشه انقلاب ما شکست میخوره هل ملکه یه قامه از تو فلا یه قامه از تو این خط چی ما داریم میکشیم شما دردی که کم نکن وقت ما مرزایی داریم میکنم ما ادارت اسلامی خیادی کرده باشیم ما میشده این جوان نرسون گردن لاجه ورده خود بشه که حالا هر هم اشتا برم تو بودن جمهوری اسلامی زدی کسانی که در عبد کرکت کردن اونا شریک خونه یه بزید جان یه چیزی اینا هستن اینا تندروی های اونها اینا رو سر موزه قرار داد جاذبه اون نامردان رو زیاد کرد ما یک زندانی تو زندان هست کسی بهش فشار بود آخر کارم که آمد بیرون نه تو دانشگاه راش دادیم نه کار بهش دادیم نه برخوردمون باش کنیم هر روز مزاحمش بودیم تا چه خاکی به سرش بکنم تو دانشگاه راش نمیدیم کار بهش نمیدیم من نامه داشتم از این به من نوشته بود از یکی از استانهای کوکیلیه نمیشه من یه معلم بودم ولی یه اعلامیه من رو بردن 16 ما زندان در شیراز
بعد آزاد شدم یه راه ندادم تو فرهنگ، گفتم بچه نباید این فرهنگ باشیم. هرچم کنم خود آخو من نیستم دیدم، رفتم ساندویچ فروشی باز کردم، ساندویچ فروشی میکنم. حالا هر چه میرم اجازه یک هست میگم میگم نه تو چون کنم دوزه نمیده ساندویچ فروشی به من نمیدم اجازه. به چه قیل بدر شما؟ ناشکار میگم اونام طرف دردش میکنم بیا اینجا میگم دانشگاه میگم دردش میکنم این ما نادر برناد خود کردیم، ما اینا رو سر موضع قرار دادیم و اگر یکی توی اینا مظلوم به ناحق کشته بشه یا بی گناهی کم گناه بشه به جای اینکه تقویت جمهوری اسلامی شد از این جمهوری اسلامی. و شما الان فکر میکنید که حالا یه ماه دیگه دو ماه دیگه برخه در زندان ها باز میشه برخه جا و مرزو چی میگه ما بسید در دست رفته بود مثلا مثلا باختران تو ادوان یه بسید ها رو پر کفتی بود یه عقیده در عقیده رو یه دوشته میشون تا آقا یه نهیری که این بچه من محکوم کرده به درست ها به سمت دارم فرده تازهی رو که اعلام میکرده هیچ جواب نداره من اونی که وظیفه شهره بود که بتونم به خود بخوابم نه نمیخوام بخوابم ولی منظور نیست که من دلم بر انقلاب جان نکنم دلم واسه نور بره اینا قوم خویش من نیستم به اینا هیچ علاقه ندارم برای که بده رحمه کنم مسعود رجبی هم اسمم بیشتر بدن اگه گیرش بود بود تو تکه دیگه بود اما چارچوب هست مثلا هیچ تبلیغ کردم بیرون این خوندن بدبخت اون یه بچه رو بعد یه اعلام دیر گرفت بود تو زندان گذاشتیم پیش سران اینا و هچ تونستن روش کار کردن و ما هیچ اینه کار نکردن این کلا هر مسئله بیشتره حالا محرم هم هست یه حالا بیونی خودتون بیشتره 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 خیلی خوبه. اینا اون کسایی که در تو اجرا تو حتی ابعاد مختلفی داره. ولی اون گفت از تو اجرا بود ما خدا شاهد کمال احتیاط کردی. وقتی ما الان حدود 40 40 خورده از این حدود 20 امضا داره. ولی فقط به خاطر اینجا ما نگهداریش میشه نکرد. ببینم حالا فرض داره شما بدن آقای نایی کسی که شما محکوم کرده به 10 سال چرا اعدامش کرد؟ جواب بده. ولی این خطا آقا خونه بود. میگی؟ با جگیو. دعا خونه این نرسید. ولی کارو بکنید. واقعی به اطلاعات بود و شما این رو مطمئن باشید که اگر گروه دیگری غیر از ما بود شما واقعی کمال اگر گروه دیگری غیر از ما بود آمار تهران مستقیم سبب شما شهرها که توی هران یه همه کار کردن هوا اینجا نیمه نیمه و همین گم تو احواز میگفت تو احواز میگفت که این به اتضاع بود نه ما بارش اگر به همین مقدار می نمیشه هم بنویسه که چون فرد همین عبارت را همین پیه همین که بنویسه که شما سازمان رو داره خب براخره من اون که من اتفاقا دارم مرمون مسادر ایشان در مقدم داشتیم رسمت واقعا دهندش حرف بیاد داره چرا را فرموده شدن این بحث جدیه اما من روز چندم بود من خبر اصلا نداشتم قوم یه روزی بودم من سعی تلفن دارم که سعی بیا بعد شمع شروع شروع ما هم چون کارم چیز دیگه بود ما رو میتونه به من بیشتر احساسم این بود این دست هر کسی هم بیوت احسان داره هم بگیشون میگن چون غبی بشه بالا امام حکم داده دوباره نامه شما اتفاقا خبرم نداشتیم نامه شما رفته دیدیم جوابم باز دادن اون رو شما خواسته بودن بالا دیگه رفتی بالا باز به نهدی من رو نهر بودم ایشون که نه خوبتن برازه ترقیمی بقیم مثلا به زنا مثلا یه رعایت چیزیم ها بشه اینو میدونی که اصفهان یه ذره آرسن هم توش بوده این که من گفتیم اصفهان در اصفهان یه زن آرسن هم اعلام کرد بس قروش مثلا چندم شد تمام اصفهان ما که اوضاعی نداشتیم که جلو حکم بگیریم مهم تلاشمون بود که جلو زیاد روی تون روی رو بگیریم آقای خواهد میشه آقای شورا آقای قضایی من واقعا میکنم آقای این تلفن میکنه آقای مرشی میدن آقای منتظری ولاد گفتم آقای من نامه نشان دادم نامه هست بسنم برای آقای موسیدم من این حضی دیگه شجاعت داشتم که نامه برای یک شورا آقای قضایی هم بزنم شما چه میگه؟ میگه آخشان پا تیلفون کن برای ما میگه آقا تیلفون بردیم میگه خب پاسم بله آن نکره برم بخونه من اینجوری شما شورا آقای قضایی هستیم اگه مخالفه خب باید برای اینجوری نه اما حرکت های چه میگه زیادی خیلی بسته متاسفانه ولی به هفته من حرکت هم سیاسی نیست نه میگه هم اون برخوردهایی که میشه علنی و آشکار غیر آشکارش من اگه شخص اتنم من اگه باسش خاطر شخص امام در انقلاب نبود من نامه رو پخش میکردم و میدین چقدر به نفع دشمن آقا خیلی تماعات اما من دیگه بودم بگذارم به امام خدا من دیگه نمیشم دیگه و اگر چنون که با آقای آرشو میدین میشد حرف بزنم اگه میداشتم ده دقیقه نیتون با آقای نزده من حوض شد میشد من میدنم آقای یه جور دیگه باید تا آقای دوست دارم آقای فارم که نمیشد
میگم یه احمدی که خودش اومده به من میگه بعدم احضار کن بعد خود امام هم میگه نمیتونم برای امام خواست کنم میگم با امام هیچی نم شیده بزشته ایش هم بشه حاکم من ترجیح آقای آقای نیری از اون روز اول که حالا من کمش نبودم نتوش بودم تقریبا تو برای دیگه بودم ایشون همچنان نظارت شهید داشتن یک دونرشون اجازه نمیداد به اینکه خودشون ببینه و نظر قطعی بده ما تقریبا آقای احمدی چیزی بهش بود آمده بعد این ایشون نه گفت نمیشم گفتم من با این مخالفم گفت من نمیشم اونجا اشتاجه گفتم اشتاجه من اینجا که حتی گفت من نمیشم بله ایشون تهران چند مورد بودم با رئیس جمهور من گفتم این نمیخوام بوچ می تهران خراب نه الان من نمیشم نه اونجا گفت گفت من نمیشم احمدی این دفعه میگفت دفعه گفت من چند تا نمیشم به اون کار اما یک مورد دو همه رو سه امضایی به اتفاقا بعد این قضیه رو حل نمی کنه مشکل قضیه ما وضعیت مجبور بودیم این حکم که پشت هم صرف هستن نظرم خراب بشه زیاده روی و تون روی و بی حساب کتاب نشه و هر کسی الان از تعداد زیادی خب باز بعدا چی شدم از اون ما خیلی زیاد حالا این هم اگه صلاح میدونی یا بود تموم شد یه محرم امام حسین یا به احترام امام حسین نست من چند رو پیش با آقایون من چند رو پیش با آقایون عرض کردم که ما رفتیم همچی بود تیره دادگاه ایام محرم رو قطع میکردیم من بهشون خواهش کردم که هرچی دارید نا آقایون تا این حرم رو بگوشید که محرم رو بگوشید همین ما رو آره ما رو بگوشید ما ادعای سازو نمیدن که مشهد ما به احترام محرم هیچ وقتی اجازه نمیدادن زمان ایام تا محرم اشکال بود یه اختلاف عرف چیزی بوده اونجا بعد خودم شدیدم تو اصرارم بود که اگر میشه تموم بشه که ما دیگه نکشونیم آقای موسوی ما میترسیم که دوره هم که بخوان ادامهش بدن فاصله زمانی تو دادی میده عجله میکنیم چند شب هرچی هست دیگه مثلا تموم بشه که این دستور بودم دیگه نبودم که اصول اول وقت میاد این واجه ها ساعت ده دهانیم اونجا بودیم و خدا شده که آقای خیلی خانواده هم کردش بعد ملاقات بوده چی میگیم شما مطمئن ما چی میگیم شما چی جواب میده به خانواده ها اما خب به شورا نقصه به این معرکه بگیری مرد شوشون ببره به من متوسل میشه میگه بود من معامل داشتم به امام رضا آقا خدا خود کشتای کنار بکنم من خود کشتای کنار خب اگه شما این مسئول به سر شورا لعظه نیستی خب بگو بگو آقا خب من با چیزا بگه من رو شورا شورا کمش میدن دنبال درس و بحث و درس تو گفتم بدبختی نمیدن آقایی حضور میدن درس میدن بدبختی نمیدن حتی خیلی دو دو مجله کل رو دارم قضایی ما دست میوزد تو آقای موسیقی اگه میدینی هرهی که میکنه اعدام سوال میخواد که حالا آقای لامرکز و استان یا رو اعدام کنی یا هم به تو هم شهر خوبی کن اینه که خود شورا که مسئول این کار هم اگر بیفته جلو کارا کنترل رو کنه حالا قرار گذاشتن که زرد همین کارا یا میزوایی نکشه ناقل دیروزم جرسه بوده و گرفتم که راهی دارید که اگه نماز رو بگن بهتر خودشون از مرده جزویت شما رو بگن شاید چند روز ملاقات ها آزاد بشه که اون بخش زیادی که زندان خانم زندانی هستن با ملاقاتی اون تعداد زیاد از نگرانی در میان جمع زیاد خانواده ها نگران اون تعداد از نگران در میان بقیه رو هم به نحوی مطرح آقای شیفاری صحبت شده دو که 5-6 روزی ملاقات رو کلن آزاد بشه یعنی به نوبت همون نوبت مندی بشه محرم هم یعنی برو محرم رو دیسته یعنی من درستش گذاشته محرم نه ملاقات ها این خواهی اشتباه محرم است نه محرم بله ملاقات ها آقای شوستایی برنامه‌ریزی کردن دیگه صحبت شد که ملاقات ها همیشه که فرمودی خود یعنی همه خانواده الان نگرانه حالا اون یه بخشی نگران میشن بازن دیگه همه نگران میشن ملاقات ها آزاد بشه خود این کلی جشکری میکنه دیگه توی خانواده ما خیلی خاطر میاد نمیفهمم مثلا ملاقات اونا میاد اونا قرار شده بگن که با تاجر اینکه ارتباطاتی با خارج و در هواپیما همون هم که آقای مثلا عجیری خودش مطرح که داره قامله اینا نه شهرای ما تو شهرها میگن بولاشون تهرون تهرون بعد داشی میدی نگو تو هر جا اونجا بین ملاقات بزن بولاشون تهرون راجع به این محرم تو جمهوری اسلامی ما این خط رو این در خلاف واقعه راجع به ماه محرم اگر اجازه بدیم حاج آقا شما یه تعدادی رو از اتاقاش ناوردیم برای همین برخورد یه بار برخورد کردیم و نظر ندادیم اینا حالا توی سلولای انفرادی هستن اگر اینا الان نظر ندیم برگردم توی بند عمومی اینو باز مسائل ایجاد میکنه اگر اجازه میکنه نه ما هیچ اجازه من خود حدود 200 نفر هست ما هیچ که اینا رو مسئولیت کم مخالف ما بودیم کم مخالف اینا رو رسیدیم یعنی رسیدیم با من اجازه به من اگه اجازه میدون خود میدون من نظر خودم رو بکنم نرگردم به اتاقهاشون من
من نظر خودم رو شما چشم پسر میکنیم به بقیه دیگه این نظر من نظر خودم رو شما گفتم این چندش نیمه کاره سوال اینو برگرد به اتاقه شما نمیشه یه بار اومده این اگه برگردن نمیشه اگه برگردن خب دردن دارم یه چیز چون به هم برده اوزا من دارم این فصل را به فرید بگیم.